بفرمایید. سلام و درود به نام خدا و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در اولین دوره در واقع کلاس های آنلاین هنر مجموعه کلاسینو در خدمت شما هستم. مقدمه رو بگم خدمتتون، از ترسیم فنی و درسی که خواهیم داشت معرفی کنم خودم و منابع کاریمون رو و یه 20 دقیقه نیم ساعتی شاید مقدمه من طول بکشه، اما بعد خب یه درس رو خواهیم داشت. بنده سید مهدی علمدار هستم، مدرس ترسیم فنی، در خدمت شما انشاءالله بتونم تمام تجربیات این 25-6 سال تدریسم رو در خدمت شما قرار بدم و از این بابت خدا رو شاکرم در خدمتتون هستم. انشاءالله افتخار اینو داشته باشم تا آخر جلسات در کنار شما باشم، شما هم تشریف داشته باشید و به نتیجه خوب برسونم کار رو. ترسیم فنی درس خاصیه و عموماً کسایی که خودشون در واقع میخوان بحث رو پیگیری کنن خیلی به نتیجه خوبی نمیرسن. تجربه من و تجربه بچه‌ای که سالهای قبل این داستان رو به این شکل پیگیری کردم، ترسیم فنی باید کلاس برید، حالا هر معلمی هر جا شد، اما نتیجه کامل رو شما فقط میتونید سر کلاس ترسیم فنی بگیرید، به دلیل تنوع مطالبی که ما در ترسیم فنی داریم. از هندسه داریم، نقشه کشی، معماری، هندسه ترسیمی، هوش ترسیمی، همه اینا توی هندسه توی ترسیم فنی مطرحه و به همین دلیل هست که ما رتبه‌های خیلی بالا و درصدهای خیلی بالایی تو ترسیم فنی نمی‌بینیم که خواهیم داشت. آمارها رو الان من تصویر گذاشتم که راجع به آمار و درصدها هم با هم صحبت کنیم. من رشته خودم کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه علم و صنعت هست و کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر. دوره متوسطه‌ام در هنرستان بودم و از این بابت رشته‌ای هست طراحی صنعتی که خیلی با علاقه انتخاب کردم و همچنان هم باهاش کار می‌کنم. علاوه بر تدریس یک کار کاملا تخصصی طراحی صنعتی هم انجام میدم و از این بابت میگم اگر کاری رو با رشته‌ای رو با علاقه انتخاب کنید سالها میتونید باهاش باشید، دنبال کنید و لذت ببرید. ببینید، ما یک منبع در واقع کاری بیشتر نداریم. میتونیم ادعا کنیم که تنها درسی هستیم که یک دونه منبع از شما میخواییم که مطالعه کنید از الان تا روز کنکور. اگر خواستی بیشتر کار کنی، کتاب تست بگیر، اون یه بحث دیگه است. ما یک جزوه داریم که الان راجع بهش صحبت خواهیم کرد و در سایت برای شما قابل در واقع خرید هست، ایشالله اگر با هم بودیم. تمام درس، تمرین، تست کنکور، متن کتاب وزارت خونه ای داخل اون هست و بسیار هم در واقع به شما کمک میکنه که برسید به اون درصدی که ما میخوایم و راجع به اون درصد صحبت خواهیم داشت با هم. بنابراین از همین الان میگیم هیچ کتاب دیگه‌ای به جز این خریداری نمیشه در کلاس ما. یک دونه شما منبع برای ترسیم فنی داری و همون رو اگر تموم کردی، تمام تستاشو که من بعید میدونم و ندیدم تا حالا کسی بیاد بگه آقا ما ترسیم فنی مثلا تستای جزوه شما تموم شده چیکار کنیم، نداریم همچین چیزی رو. بنابراین این از نظر منبع کاری ما هست و تمام تمرینات منزل رو هم اونجا من هر هفته معرفی میکنم، چک میکنیم، پاسخنامه پی دی اف داره در اختیارتون قرار داده میشه و الی آخر. خب ما یه بحثی در مورد درصدها داشته باشیم، درصدهای ترسیم فنی، که شما بدونید چه جایگاهی باید داشته باشید توی ترسیم فنی و درصد خوب چیه، درصد متوسط چیه و جامعه آماری با شما چه در واقع حقایقی رو بیان میکنه. بریم تصویری جدولی هست که در واقع درصدها رو ما در اونجا از بله بله تا تصویر بیاد یک کد تخفیف هم شما دارید، هنر 402 میتونید استفاده کنید از این کد تخفیف در ثبت نامتون و اون تخفیف رو هم بگیرید که ایشالله
کمک کنه به روند کار شما. بله، یک مسیر دیگه داشتیم. خب بریم اول درصدها رو من بگم، بعد راجع به جزوه هم باهاتون صحبت دارم. ببینید این آمار منتشر شده کنکور سال 98 هست در تمام زیرگروه ها، من اونا رو محو کردم که بیایم رو بحث خودمون. ترسیم فنی هر سال همین هست با مثبت و منفی 10% اختلاف. ببینیم ما تو ترسیم فنی باید کجا قرار بگیریم. این آمارها حقایق جالبی رو به ما میگن، هم امیدوار کننده هم یه مقدار نگران کننده. نگران کننده چیه؟ صد نداریم، گشتیم نبود، نگرد نیست، هیچی به جز درد نیست. بله صد نداریم. در سال 98 شما بین 42,000 نفر بالاترین درصد 63% بوده. 63% 4 نفر در 42,000 نفر رو داشته باش، این بالاترینه. ما هیچ وقت 100 در ترسیم فنی نداریم، بقیه درس هم همچنین. بعضی از درس ها حالا ممکنه تک و توک بعضی ها 100 بیارن، من کاری ندارم وارد اون بحث رو نمیشم. ترسیم فنی رو داریم میگیم. یه 4 نفر 63%، یه 23 نفر 54%. این 27 نفر مجموع افراد بالای 50% ترسیم فنی در سال 98 هستند. شما سیاهی لشکرا رو که اون بالا زیاد داری میبینی، 26,000 نفر منفی، 70 نفر، 5 نفر منفی، 32 فلان. خب از 42,000 نفر بیش از نصف نفرات منفی هن. یعنی اون سیاهی لشکرایی که بهتون گفتم. شما از نظر جایگاهی، من همیشه سر کلاس اینو از بچه ها خواستم، نصف سوالات رو اگر بتونید جواب بدید به یک جایگاه خیلی خیلی خوب رسیدید در ترسیم فنی. میدونی نصف سوالات یعنی چی؟ یعنی از هر دو سوال یه دونه رو سبک سنگین کن، انتخاب کن بزن، به اون یکی سوال دست نزن. 10 تا درست بزن، 10 تا رو هم نزن. بیشترین ضرر بچه ها در تمام درس ها منفی زدنه. میگه حالا اینم که مثلا نماس برم بزنم، اونم که حجم اینجوری. شما اگر در سال 98 می بودی و به نصف سوالات جواب می دادی، نفر 28 می شدی تو ترسیم فنی بین 42,000 نفر. آمارها در هر سال همینه بچه ها. برید آمار پارسال رو ببینیم. 1400 کنکور 1400، آماری که سازمان سنجش از درصدهای همه درس‌ها منتشر می‌کنه، که ماشاءالله هنر رشد کرده به نزدیک 100,000 نفر پارسال و این رشد رو داشتیم از 1398 به کنکور 1400. دوباره ترسیم فنی، دوباره درصدها، دوباره دو نفر 76 بالاترین درصد، 17 نفر 63، 113 نفر 53. کنکور روتین تری بوده، بالای 50 ها رسیدن به 132 نفر. 132 نفر پارسال در بین چند نفر؟ در بین 100,000 نفر. در بین 100,000 نفر 132 نفر تقریبا میشه از هر 100 نفر یک نفر بالای 50 زده. پس اون داستانی که من گفتم امیدوار کننده نگران کننده اینجاست که چه اتفاقیه که کسی نمیتونه صد بزنه و بالاتر بزنه، و چقدر راحته که من اگر اینو بزنم میتونم بیام توی 100 نفر اول ترسیم فنی، توی 40 نفر اول ترسیم فنی. همین امسال من هر سال سر کلاس ها چی میگم به بچه ها، و حالا توی شاید تیزر تلویزیونی کار هم دیده باشید، میگن چند تا سوال رو میشه با جزوه‌ای که کار کردیم جواب بدیم. من همیشه جوابم اینه، یک یا دو سوال رو من مسئولیتشو به عهده نمیگیرم، چون اونا تست هوشن، اطلاعات عمومیان، بعضی وقتا هیچ ربطی به درس ما ندارن، یه ابزاریه که اصلا ما نداشتیم در هیچ کتابی، یا یک نکته‌ای از جغرافی بعضا سوال اومده، ولی 18 تا سوال رو تضمین میکنیم، همیشه این حرف من هست. من تا امسال کنکور 1401 هر 20 تا سوال توی این جزوه اومده بود و کار کرده بودیم و بچه ها
میتونن گواهی بدن. حالا من تصاویری از صفحاتی که تست اومده و این جزوه سال گذشته رو گذاشتم که با هم مقایسه کنیم و ببینید، به شرط اینکه بیایم و قبول کنیم که آقا همین یک دونه کتاب ترسیم فنی و جزوه ترسیم فنی رو بهش پایبند باشیم، تمریناتش رو منظم انجام بدیم و بریم جلو. معمولا دوستانی که کلاس نمیگیرن جبر اون ساعت توی کلاس بودن رو ندارن، تمرین انجام نمیدن، اولویت های درس خوندن عوض میشه، اون داره میره مهمونی منم پاشم برم، اینا دارن میرن شمال خاطره سازی پس منم برم خاطراتو بسازیم. نه، کلاس که باشی مجبوری اون تایم سر کلاس باشی، تمرینش هم انجام بدی، تست کنکورش هم ببینی و خیالت راحت باشه. پس آمار کنکور پارسال هم داره همین حرفا رو به ما. من به میانگین 4% کشوری کاری ندارم، چون این 4% حاصل این 40,000 نفر 0% و این 13,000 نفر منفیه. اونو گول نخوری بگی ای میانگین کشوری 4% یعنی تقریبا یک سوال. نه، ما با اون کاری نداریم. اون سیاهی لشکرها این میانگین رو به وجود آوردن. ما رقابتمون اینجاست. شما نصف سوالات کنکور رو بزن، در درس ترسیم فنی به رستگاری میرسی. شما بیشترم زدی اشکال نداری، نری اونجا بگی علمدار گفت 10 تا زدی ول کن دیگه بری دفترچه بعدی. آه، داریم میگیم 76 در کنکور 1400 بالاترین بوده. 76 یعنی 5 تا سوال رو اون شخص نزده. و اینها واقعیت های آماری جامعه کنکور هست. اگر اینها رو بدونید یه مقدار بار درس خوندن سبک‌تر میشه. یه جا من اینو گفتم، یکی از والدین پیامک داد که آقا تو رو خدا نگو اینو، من بچه‌م بگی تازه مثلا برای 100 بخون میره 20-30% میزنه، تو الان گفتی 50% خوبه دیگه، این هیچی دیگه. خب من وظیفه‌ای ندارم دیگه اون ضعف در واقع ذهنی اون طرفو برطرف کنم. این واقعیتیه که یه سرچ کنید توی همه سوال‌ها این آمار برای شما میاد بیرون. و از نظر درصدی تکلیفت رو روشن کردیم، سال آینده هم همینه. ببینید، ترسیم فنی میتونه یکی از بهترین تخصصی های شما باشه از نظر درصدی و نمره‌ای. چرا؟ چون 15 سال این کتاب عوض نشده، چارچوب سوالات ترسیم فنی ثابته و من جلسه آخر همیشه بچه‌هایی که پارسال با من بودن دارن، زیاد تصویر دارن میتونن بذارن بپرسید ازشون، می نویسیم پای تخته آقا از این مبحث این تعداد، از این مبحث این تعداد. یه مجموعه 27-8 ساله بودجه بندی مباحث رو میگیم، از اون 27-8 تا بودجه بندی 20 تاش میاد هر سال. پیشگویی نیست، کار سختی هم نیست، کافیه یه نفر بشینه 15 سال کنکور ترسیم فنی رو که تغییری در محتوا و بودجه بندی نداره نگاه کنه و به یه جمع بندی برسه به همین راحتی. و این بحث ما در مورد درصدها که خیلی واجب بود من اینو بگم، شما تصورت از درصد و رقابتی که درش قرار میگیری در واقع درست‌تر باشه. خب ما حالا اینم جالبه، ببینید اینو من گذاشتم عمدن، حالا هم یه تنوعی باشه. این شب کنکور امسال هست. سلام استاد، میشه یک بار اشکال محاطی و محیطی رو نام ببرید یا بگید کجای جزوه است؟ طرف شب کنکور داشته باش. این صفحه جزوه رو که چارزلی محیطی و محاطیه، حالا به کیفیتش کاری ندارم، بعدن جزوه رو عیناً میگیرید و همه این صفحات تو جزوه هست رو داشته باش. ساعت 8 شب ما اینو گذاشتیم، آقا اینه، گم شدی تو جزوه باشه، بیا برو فلان صفحه اشکال محیطی ما. یعنی شب کنکور واقعا. چرا؟ چون این فردای اون روزه. من یادم رفت جواب سوالم رو چک کنم. دیروز دو تا سوال ازش اومده بود، مرسی استاد، ممنون، دو تا قلب، دو تا گریه. خب گریه با خنده البته. و اینجا وای چرا من دیشب ندیدم این تصویر رو، نمیدونم جوابش
چی میشه من نمیدونم. شب کنکور سوال کرده، اتفاقی از همون صفحه دو تا سوال کنکور اومده و نمیدونیم چرا اون بنده خدا ندیده اینه. این هم دو تا سوال کنکورشه که حالا تصاویر بعدن توی جزوه همه این سوالات هست. تمام سوالات کنکور 11 سال گذشته هم داخل جزوه هست. اصلا سیستم کار من اینه، من نصف تایم کلاس رو درس میدم، نصفش تمرین پردازشه و تهش سوال کنکوره. ما چیزی نداریم بذاریم برای هفته بعد، وقتی این سوال رو گفتیم اینم سوال کنکورش هم حل میکنه. چهار ضلعی محیطی، چهار ضلعی ماتی، کنکور 1401 و الی آخر. الان بحث درس امروز ما نیست. یکی دیگه از صفحات کتاب، صفحه 4 کتاب وزارتخونه ای. این سبک کتابیه که من برای بچه ها خط کشی کردم و میگم آقا این صفحه رو داری میخونی، اینا جملات کلیدی هن، چشمبندی نیست. جزوه هم پارسال رو میتونید بگیرید، الان هم جزوه 1400-401 اینجا هست، همین متن رو اونجا بچه ها دارن، که میگه هندسه اقلیدسی در مقیاس فضای زیست انسان کاربرد دارد. ما 5 تا سوال از متن کتاب حفظی داریم، 5 تا سوال هندسه داریم، 10 تا سوال دیگه هم مباحث مجهولیابی، نماشناسی، خط، فلان، اینا رو همه رو بعدا میگم. خب میخوام بگم برسیم به اون سورس رو دارم بهت معرفی میکنم، خیالت راحت باشه. سوال کنکور، حالا اینا هم فرمت های جزوه است که بعدا آشنا میشید، یه ذره استیکر اینا داره، یه داستانی داره، بعدا میگم داستانش چیه. خب آقا این صفحه کتاب 4 هنرستان، کسی که جزوه ما رو پارسال داشته میدونسته سال 95 این سوال اومده، سال 94 این سوال اومده، بهش گفتیم آقا این صفحه اینا رو میگه. دو تا سوال کنکور داشته و حالا کنکور 1401 کدام مورد در خصوص هندسه درست است؟ گزینه دو رو ببین. هندسه اقلیدسی در مقیاس فضای زیست انسان کاربرد دارد. من این اون تجربه هست که بهت گفتم 25 سال تجربه رو آوردم توی کلاس، توی کتاب، توی جزوه‌ام. بخش هایی از کار داخل جزوه است و بخش هایی هم سر کلاس مطرح میشه. جزوه به تنهاییش شاید جای مبهم باشه و کسی متوجه نشه و سر کلاس مکمل ارائه میشه و اون مطلب مثل پازل کاملش میکنه. بنابراین ما تا این حد به سوال کنکور نزدیک بودیم امسال، هر سال نزدیکیم. من اون چیزی که توی تجربه‌ام هست کامل 100% به بچه‌ها ارائه می‌کنم. تا شب کنکورم سوال جواب داشتیم، ما درسمون توی شبه تموم شده بود، ولی بچه‌هایی که پیگیر بودن استفادهشو بردن، سوال پرسیدن، حالا من با 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت اختلاف جواب دادم. و اینها نمونه‌های زیادیه. من بخوام تو جزوه بشرخم، خطکش تیو در ابزارشناسی ما درس میدیم، هر سال میگیم پای تخته گفتم می نویسیم چه مبحثی چند تا سوال در کنکور داره، میگیم یک سوال ابزارشناسی شما داری، معمولا از کاغذ یا خطکش ها. سوال کنکور 1401 این خطایی بوده که توی کتاب کشیدیم، خطکش با سر متحرک تحت هر زاویه قابل تنظیم است. میتوان این کتاب رو اگر این خطکشی ها نباشه، من تجربهش رو دارم که هیچیش رو نمیخونه، میگه نمیدونم چه جوری باید بخونم. وقتی براش خط میکشم تازه متوجه میشه که آقا این چی مهمه، کلمه کلیدیش چیه. و میتوان به وسیله آن خط با زاویه دلخواه رسم. سوال کنکور امسال به کمک خطکش تی با سر قابل تنظیم میتوان خط با زاویه دلخواه رسم نمود و الی آخر. نمیخوام خیلی رو این بس، میخوام جمعش کنم بریم سراغ درس، چون نیم ساعتمون داره تموم میشه. و نمونه آخر، در یکی از صفحات کتاب ما پلان بام رو داریم و شما ببینید زیر کدوم جملات خط کشیده شده. استفاده از بام بنا به عنوان فضای سبز نیز وجود ساختمان های فلان. سوال کنکور 1401 از بام یک بنا معمولا چه استفاده می شود؟ ببینید شاید تو الان بگی چقدر ساده بوده، کاشکی برای ما بیاد جملاتی که من هر سال سر کلاس میشنم. نه آقا ما دیگه شانسمون اینجوری نیست دیگه، این امسال بود و عوض شد و پارسالیام همینو میگفتن و این سوال اومد و نمیدونم کیا این امتیاز رو گرفتن. ما به این حد
به سوال کنکور نزدیکش کردیم، وظیفمون رو انجام دادیم، حتی تو بخش حفظیات. خیلی جاها دیدم در درس‌های مختلف میگن آقا اینجا حفظیه دیگه، برید بخونید. یه جوری هم راست میگن، من خب چی بیام بگم، همین جملات رو باید بگم با یه دیالوگ‌های جدید، یه سرم تجربیات خودم رو قاطیش کنم، یه سرم بحث‌های حرفه‌ای‌تر که اون لمس بشه، تصور بشه، تصویرسازی بشه، دیگه تو ذهنت بشینه. 80% درس کلاس ما سر کلاس یاد گرفته میشه، مفهومیه، و شما دیگه تا آخر عمرت که نمیگم، ولی تا حتی سال اول دوم دانشگاهت هم دیگه این مطلب رو میدونی. چرا اینو میگم؟ خیلی جالبه. بچه‌هایی که میرن سال بعد دانشجو و سال اول دانشجوی دوم هم باز دوباره یه جایی میبینن، میگن ما همچنان رفتیم فلان رشته، هندسه ترسیمی داشتیم، گرافیک داشتیم، نمیدونم، دوباره رسیدیم به همون مطالب کلاس ترسیم فنی و خیلی برامون تکراریه و میگیم چقدر مثلا اون جزوه کامل بوده، هنوز داریمش. اینا رو دارم میگم برای اینکه تکلیف خودمون رو با خودمون بدونیم و دیگه دنبال این شاخه اون شاخه پریدن نباشیم. این بحث ما در معرفی جزوه، معرفی درصدهای خوب در ترسیم فنی چه درصدهایی هستن، بسیار ملموس و قابل دستیابیه. واقعا امسال میشد 100 زد اگر رتبه ها بیاد و ما هنوز خبر نداریم، شاید امسالی که پرچم رو ببره بالا و 100 زده باشه. و این مقدمه لازم بود در جلسه اول که بگم و بریم سراغ درسمون. درس جلسه اول رو من امروز شروع میکنم، چون دیگه نمیخوام یک ساعت آینده رو هم مقدمه حرف بزنم، ولی فقط یه چیزی الان خاطرم اومد بگم. من خیلی اهل نصیحت کردن نیستم سر کلاس هام، چون عموما به این اعتقاد دارم که سطح نصیحت پذیری کل جامعه اومده پایین، به نسل شما و من و اون ربطی نداره. بنابراین خیلی بحث نصیحت نیست، یه تجربه‌ای که حیفم میاد اینو نگم. ببینید، دانشگاه درسته، دانشگاه نتیجه نگرفتنش زندگی به پایان نمیرسه، ادامه داره. خیلی هم دانشگاه نرفتن، دارن کار میکنن، بیزینس میکنن، پولم در میارن، ولی دانشگاه افقهای جدیدی رو پیش روی شما باز میکنه. دوستایی که توی دانشگاه پیدا میکنی، اوقاتی که شما تو دانشگاه خواهی داشت و اون در واقع محیطی رو که اونجا میری و لمس میکنی، هیچ وقت پول نمیتونه برای شما اونا رو فراهم کنه. بهترین خاطرات من الان از زمان دانشگاه، آقایون خیلی خاطراتشون دو بخشه، یکی سربازی، یکی دانشگاه. طرف 2 سال رفته سربازی، 6 سال خاطره ازش تعریف میکنه این بماند. بنابراین دانشگاه درسته، بله، اگر بتونید به رشته مورد علاقتون برسید، افقهای خیلی خیلی خوبی جلوتون باز میشه، فرصتهای بهتری گیر میارید. دانشگاه اینجوری نیست که بگیم پایان زندگی، اگر ولی میتونه به این چشم نگاه کنید که مسیری رو برای شما باز میکنه که شاید جای دیگه باز نکنه. یه نمونهش رو من بگم، مثلا خانم آنایتا قزوینی زاده سال 84 تو کلاس من بود، نفر اول کنکور شد و رشته سینما رفت، شاگرد آقای کیارستمی شد و رفت امریکا، جایزه کن برده و سرچ کنید میاره. خب اینا رو چه چیزی برای این شخص فراهم کرد؟ رشته ای که قبول شد، دوست داشت، دانشگاهی که دوست داشت، براش تلاش کرد، رسید بهش و اون فرصت رو دانشگاه براش فراهم کرد. شاید از مسیر بیرون از تحصیل این فرصت ها کمتر گیر بیاد. شما ممکنه بری به بیزینس پرپول برسی، مثل داریم نمونهش رو من، کسی که خیلی هم دندون پزشک موفقیه ولی همچنان جسته گریخته به سمت نقاشی که اون در واقع فطرتش بوده، علاقه اولیش بوده، ولی خب رفته اونجا پولم در آورده، ولی باز بعد کلی درآمدسازی از اون رشته دوباره بوم نقاشیش رو بر میداره و میره بیرون نقاشی میکنه. پس اینا رو به عنوان تجربه های چند سالم گفتم، خیلی نمیخوام نصیحت کنم، چون به هر حال همه دیگه الان میدونن باید چیکار کنن. این سال کنکور سال مهمیه، سالیه که اتفاقا برای 90% شما تجربهش دیگه به دردتون نمیخوره. شما میرید یک رشته قبول میشید، میرید دانشگاه، تجربهش به درد خودت میخوره دیگه. اون نحوه خوندن، چند ساعت مطالعه، اینو بیخیال میشدم، اونو حذف میکردم از زندگیم، این یک سال
اونا رو دارم میگم که اگر شما برنامه ریزی کردی تو این یک سال مراقبت کردی، بعد وارد دانشگاه میشی، بعد دیگه بقیهش که صفاسیتیه دیگه، نمایشگاه و کافه و مسافرت و بگو بخنده. کنکور ایران اینجوریه دیگه، بری دانشگاه تمومه، سختیه این بره. بنابراین یک مراقبتی نظر من اینه، در این یک سال اگر کسی داشته باشه از خورد و خوراکش و استراحتش و خوابش و رفت آمدش، میتونه یک چیزی رو از ته این یک سال در بیاره که تا آخر عمر فرصت خوبی براش فراهم میکنه حداقل. و سال دیگه این موقع همه این نمایش به پایان رسیده و تمام شده و شما موندی و نتیجه‌ای که یک سال باهاش اومدی جلو، این یک سال رو حالا هر جوری که بودی همون جوری هم نتیجه خواهی گرفت. خب این از این، بریم سراغ درسمون. اگر توی این بخش کسی سوالی نداره، نمیدونم ما سوال داشتیم داریم یا نداریم یا داریم نمیدونم. خب بریم یک اون عکس‌ها برای آخر جلسه است. خب پس استارت کار ما در جلسه اول ترسیم فنی اینجا میخواد شروع بشه. هنوز پلی نکردم و یک جلسه خیلی مختصر و مفید از مختصات یک نقطه در فضا رو میخواییم امروز بگیم. ما خیلی مسیر مشخصی داریم، مسیر ما همون مسیری هست که در فهرست جزوه‌ام نوشتم. شروع می‌کنیم از این اولین تیتر تا پایین کتاب تمام میشه و کاملا هر جلسه مباحث معلومه. خواهشاً پیوستگی رو رعایت کنید. ما الان نقطه رو میگیم، هفته بعد خط رو میگیم، هفته بعدش سطر رو میگیم، هفته بعد از تجمع سطرها حجم‌ها رو میگیم، تازه وارد سینما میشیم. هر جلسه هم معلومه سوال کنکورش چی هست چی نیست و چند تا سوال میاد. خب پس بریم و شروع کنیم جلسه صفرمون رو با مبحث مختصات یک نقطه در فضا. ببینید ما توی ترسیم فنی نیاز داریم که یک صفحه تصویر فرضی داشته باشیم. چرا؟ چون اگر این صفحه تصویر فرضی رو داشتیم، میتونیم هر موضوعی رو روبروی این قرار بدیم و اون موضوعات رو که شامل میتونه نقطه، خط یا حجم باشه اثر بدیم به صفحه تصویر پشتش و این اثر دادنه اثر اینها رو بر اون صفحه ثبت میکنه و بعدن در جلسات بعدی به عنوان نمای قائم، نمای جانبی، نمای پلان ازش یاد میکنیم. بنابراین اینجا ما با یک صفحه تصویر کارمون رو شروع میکنیم که در فضا به شکل فرضی اون رو داریم، هر موضوعی رو اثر میدیم به اون، اثر ثبت میشه به اسم نقشه. منتها خب مشخصا یک صفحه یک نما برای ما به همراه داره و ما با یک نما نمیتونیم قضاوت کنیم یک نما از یک موضوع رو ببینیم بعد قضاوت کنیم که اون موضوع چه بوده. خب خیلی ناقصه، خیلی اطلاعات کمه. بنابراین میایم و صفحه افقی به این مجموعه اضافه میشه که در واقع دو تا صفحه تصویر داریم، پس دو تا نما خواهیم داشت. اثر بر صفحه تصویر قائم خواهد بود، اثر قائم یا روبرو، و اثر اینها بر صفحه تصویر افقی میشه چی؟ میشه اثر پلان. صفحه عمودی با اختصار V که از ورتیکال، کلمه لاتین ورتیکال میاد، و صفحه افقی با کلمه H که همان پلان معروف هست از هوریزنتال میاد و این دو صفحه افقی و عمودی در فضا هم رو قطع میکنن و چهار ناحیه به وجود میاد با این کار. با قطع شدن این دو صفحه چهار ناحیه به وجود میاد در فضا
که این نواحی نامگذاری خواهند شد به نواحی 1، 2، 3 و 4. ضمناً از برخورد صفحه عمودی و افقی یک خط بسیار مهم از نظر سوالات کنکور به وجود میاد به اسم خط OX. OX حاصل برخورد این دوتا صفحه است. OX حاصل برخورد صفحه تصویر قائم و صفحه تصویر افقی هست. اصولاً برخورد دو تا صفحه در فضا یک خط به وجود میاره. شما گوشه اتاقت رو ببین، دو تا دیوار به هم برخورد کردن، گوشه اتاق به وجود اومده. خط حاصل برخورد دو تا صفحه است. و این OX خط زمین در یکی از سوالات کنکور حتی به اسم عربی خط الارض هم نام برده بود. حاصل برخورد این دو صفحه با هم هست و خطی که بر اساس شناخت شما از OX یک سری سوالات مطرح میشه که در جلسه آینده بیشتر بهش میرسیم. چرا؟ چون جلسه بعد من خطها رو درس خواهم داد، مثلا این خط که الان با OX موازی هست. خب گفتیم از برخورد دو صفحه فضا به 4 ناحیه تقسیم میشه. هر کدوم از این نواحی در واقع نواحی فرجه نامیده میشن، فرجه 1، فرجه 2، فرجه 3 و فرجه 4، که ما بر اساس اینکه در واقع فرجه ها رو بر اساس خلاف عقربای ساعت نامگذاری میکنیم، 4 فرجه رو به این شکل خواهیم داشت. ضمناً حالا تو این صفحه ترسیم بای علمدار هم بعضی از مباحث درسی گذاشته میشه، میتونید اونجا برید و ببینید بعضی از مباحث رو یا پاسخ به بعضی از سوالات رو. این 4 ناحیه ناحیه هایی هستن که در دنیا مطرحن، در کل ترسیم فنی استانداردن. منتها ما در ایران فقط ناحیه 1 و فرجه 1 رو استفاده میکنیم، بقیه رو باید دور بریزیم. ولی ما داریم خیلی ریشه ای از بنیان کار به شما معرفی میکنیم. اینا باعث تفهیم مطلب بهتر میشه در ذهن شما و میشینه تو ذهن شما مفهومی یاد میگیرید. خب پس ادامه بدیم کار رو. بله، فضا 4 ناحیه شد. اینم بگم ما بعضی وقتها توی صحبت هامون یک مباحثی مطرح میشه که بعد اون صحبت شده سوال کنکور، مثل همین اصطلاحی که من الان به کار بردم، گفتم دو صفحه در فضا وقتی هم رو قطع کنن 4 ناحیه به وجود میاد. خب ما در کنکور یه سوال داشتیم، اگر 3 صفحه در فضا با هم برخورد کنن چند ناحیه به وجود میاد؟ ببین من قرار نبوده سر جلسه ای راجع به اینم صحبت کنم. یک سری از سوالات کنکور در واقع لابلای مباحث ما مطرح میشن، شما ذهن جرقه میخوره و یه آشنایی پیدا میکنی که آقا حداقل حرف اون سوال رو میفهمی، چون بودی سر کلاس و اون مباحثی که مطرح شده که در هیچ کتابی نیست شنیدی، یک بار شنیدی، و اونجاست که ذهن شروع میکنه جرقه زدن، دستگرمی چند تا اتود میزنی و میرسی تهش به حل اون سوال. خب پس فضا 4 ناحیه شده، ما 2 صفحه تصویر عمودی و افقی داریم، منتها باز 2 صفحه کمه، چون 2 اثر بهت میده. بعضی از حجم ها رو میشه با 2 نما معرفی کرد به سازنده و خریدار و مخاطب، ولی خیلی از حجم ها صفحه تصویر جانبی هم لازم دارن. ما صفحه تصویر آر یا جانبی رو اضافه میکنیم تا اثر سوم رو هم در اونجا بتونیم ثبت کنیم، و با 3 اثر و 3 نما هیچ حجمی در دنیا نیست که دیگه ما متوجهش نشیم و در واقع نتونیم درکش کنیم. اتفاقا یه موضوع جالب رو من بگم، توی یکی از کلاس‌های حضوری، خب تا قبل از کرونا خاطرات زیادی ایجاد می‌شد، یه شب یکی از شاگردها اس‌ام‌اس زد به من که آقا سریع تو رو خدا جواب منو بده، یه سوال دارم. خب بگو چیه؟ گفت من یه جایی هستم با مثلا فامیلمون بحث افتاده، اون دانشجوی رشته مکانیک مهندسیه
و یه دونما داریم که میگیم این امکان نداره که حجمش در واقع ساخته بشه با این دونما، این ناقصه. گفت من دارم شرط بندی میکنم، تو رو خدا جواب بدید و فلان اینا. گفتم باشه. ما رفتیم یه گوشه نشستیم، اون حجمه رو بر اساس اون دونما چند دقیقه طول کشید، کشیدم و عکس گرفتم براش فرستادم. هفته بعد اومد گفتم چی شد؟ گفت چی دیگه، شرط بسته بودیم سر 500 تومن که این میشه دیگه، اون عکس رو فرستادی. گفتم خب پس 250 بیا، 50-50 دیگه، 50-50. و خلاصه نداد به ما، گفت الان نیست و بعدا هفته دیگه میارم و خلاصه هیچی. و آره با دونما بعضی حجم ها رو میشه در واقع به یک حجم رسونه، ولی خیلی از حجم ها سینما رو لازم داریم. صفحه تصویر جانبی رو میذاریم، حجم ها رو بر رو به رو پلان و جانبی اثر میدیم، اثرات اونها ثبت میشه. حالا وایسا، ما نیازی نداریم انقدر شلوغ کاری داشته باشیم. ما که گفتیم فرجه 2 3 و 4 بی مصرف هست در کشور ما، در کشور ما. فرجه 3 اتفاقا فرجه امریکاییه و ما برای اینکه حال اون امریکایی ها رو بگیریم ازش استفاده نمی کنیم. ما از فرجه 1 استفاده می کنیم به اسم فرجه اروپایی با سینمایی که خواهیم دید. اونا رو هم میذاریم کنار. اینها خلوتش کردیم، خلوت شد. شما اینجا فرجه اول رو داری، موضوعات رو میاری، اثرهای سگانت رو ثبت میکنی و اون اثرات میشن نما، میشن نقشه. و اینجا ما سه تا محور هم در واقع به کارمون اضافه میشه. محور او ایکس رو که قبلا گفته بودیم، او زد همیشه در درس ما ارتفاعه، او ایگرگ هم که عمق هست، او ایکس هم که طول هست. این سه محور در سکنج در واقع فرجه قرار دارن و ما میتونیم اثرات اونها رو بر این سه تا صفحه بذاریم. اون محورها هم باز چون هفته دیگه خط رو درس میدیم به کار میاد و مهم خواهد بود. منتهای داستانیه، ما نمیتونیم هیچ فرجه رو به شکل سه‌بعدی این شکلی نشون بدیم، سخته، همه چیز توی هم میره. یه مقدار نمایش اینها اون پشت افتادن سخت میشه، کار به مشکل میخوره. بنابراین میایم و توافقاً سه صفحه تصویر رو به شکلی توافقی از هم باز میکنیم. صفحه قائم رو سر جاش نگه داشتیم، اینو هول میدیم اونور صفحه جانبی، اینو هول میدیم پایین صفحه پلان. چیزی که شما در خیلی از کلاس ها یا کتاب ها یا جزوات میبینید تازه از اینجا به بعده. چی میگن؟ میگن آقا ما سه تا نما داریم، اینجا نمای ورتیکال یا عمودی یا قائم، اینجا نمای هوریزنتال یا پلان یا افقی، و اینجا نمای جانبی. و شما از این سه نما خیلی وقتا تو هنرستان این مرور کار شروع کردی و رفتی جلو، نمای روبرو، جانبی، پلان. اصل ترسیم فنی هم اتفاقا یکی از خشته اولیه ترسیم فنی تفهیم این فرجه و سینما از کجا اومده است. خب پس ما همون در واقع فرجه اول رو وقتی باز کنیم میرسیم به یک سینمایی که همواره میبینیم در کتاب ها و با ازش بحث میکنیم و یاد میکنیم. و تستایی هم حالا بر اساس نمای روبرو کدام است، پلان کدام است، که میشه جلسه چهارمه. خب یه دقیقه وایسیم، چیکار کردیم؟ ما اومدیم نحوه ساخته شدن فرجه رو با هم مرور کردیم. خیلی خیلی کمک میکنه یک سری چیزایی هست که حالا تجربیه، قابل، حتی من بعضی وقتا روشای سر کلاس دارم که میگم خودم نتونستم اون روشه رو بنویسم برای شما. بچه میگن چرا اینو ننوشتید، این که خیلی کمک میکرد. میگم قابل نوشتن نیست، فقط میتونم انتقال تجربه بدم و این یک تجربه است، یک فن، یک قلقه، و قابل نوشتن واقعا نیست که بنویسم بعضی چیزها رو، ولی سر کلاس توضیح کافی خواهیم داد. بنابراین یکی از این موارد که از شما میخوام الان این تصور رو داشته باشید اینه که همیشه شما فرجه رو یک کلاس فرض کنید، کلاس درسشون. شما نشستید رو به وایت بورد، صفحه‌ای که وایت بورد روش نصبه،
صفحه قائم هست، سمت راست شما صفحه تصویر جانبیه و کف زمین هم که صندلی ها رو چیدیم. شما همیشه یک فرجه دم دستت توی کلاس داری و بعدا سر جلسه کنکور. من همیشه به بچه ها میگم آقا میرید سر جلسه کنکور که نمیبرن توی اتاق دایره ای بشونن شما رو، توی اتاق مکعبی میشینی. اتاق مکعبی او ایکس داره، او زد داره، او ایگرگ داره، صفحه تصویر قائم داره، صفحه تصویر جانبی، همه اینا کمک میکنه به تفهیم مطلب. به شرط اینکه یه نفر اینو در واقع زنده کرده باشه، این مثال رو توی ذهن شما، و شما کمک میگیری از اینا. و الان خیلی به درد من میخوره اگر شما این تصور رو تو ذهنت بیاری که شما داخل فرجه نشستی در اتاق خودت یا در کلاس درس. این رو داشته باش و ازت میخوام که بعداً با این تصورا به من جواب بدی. یکی از چیزایی که ما پیگیری میکنیم سر کلاس اینه که وقتی من از شما میپرسم فلان خط چیه، نری جمله حفظ کرده باشی برای من به یاد بیاری، بری توی 3D مغزت تصاویر رو ورق بزنی، یه روی تصویر فلان خطی که من سوال کردم به شکل تجسم سه‌بعدی وایسی جواب منو بدی. نه اینکه بری یه جمله بگی جمله چی بود وایسی من فکر کنم اینجوری، نه اون فایده نداره، به درد ما نمیخوره. بنابراین روش ما روشیه که مفاهیم رو همینجا سر کلاس کاملا فرا بگیریم. خب پس گام اول ساخت فرجه شناخت صفحات تصویر سگانه او ایکس او ایگرگ او زد تمام شد. بریم به تقریبا میتونم بگم بحث انتهایی که دیگه حالا اینجا قلاب رو میندازیم و امتیاز میگیریم بعد از این پازل آخریه. ببینید اولین موضوعی که ما میبریم داخل فرجه، یعنی این جلسه با نقطه است، دیگه وارد خط نخواهیم شد. خط رو ایشالا دوشنبه هفته بعد، دوشنبه ها با ترسیم منتظرتون هستیم. خب این نقطه رو شما داشته باش به عنوان نماد یک نقطه. خب اگر در این فضای فرجه ما این نقطه رو نگه داریم، الان یه نقطه خوب من اینجا گیر آوردم روی میز، این نقطه ای هست که من الان اینجا توی این فضا دم دستمه. این نقطه یک فاصله از زمین داره، یک فاصله از دیوار قائم داره، یک فاصله از تصویر جانبی داره. ما کار امروزمون چیه که منجر به حل سوال کنکور میشه؟ به این سه تا فاصله اسم بدیم. نقطه فاصلش رو از دیوار روبرو عرض خواهیم گفت. یه جور دیگه بگم، جایگاهی که شما توی کلاس میشینید صندلیتون، فاصله صندلی شما تا وایت بورد میشه عرض ترسیم فنی شما در کلاس. فاصله شما تا وایت بورد عرض شما هست. اینو داشته باش. به فاصله نقطه از دیوار جانبی میگیم طول. طول میشه فاصله صندلی شما از دیوار جانبی. الان از هر کی در منزل داره رد میشه از جلوی اتاق شما بگی یه دقیقه بیا به فاصله نقطه از زمین چی بگیم؟ خب معلومه که میگه ارتفاع دیگه. به این نگیم ارتفاع، به کی بگیم ارتفاع؟ به چی بگیم؟ بنابراین یک نقطه سه تا مختصات داره: طول و عرض و ارتفاع. طول و عرض و ارتفاع در واقع مختصات یک نقطه رو به ما نشون میده و موقعیت اون رو برای ما شفاف میکنه در فضا کجاست. طول فاصله نقطه از دیوار جانبی، عرض فاصله نقطه از دیوار عمودی، ارتفاع فاصله نقطه از زمین. خب حالا نمیدونم، ما امکان سوال و جواب داریم، بچه ها میتونن جواب بدن، چون کلاس ما مبتنی بر اینه. حالا امروز جلسه اول بود و یه مقدار ما دائما کلاسمون سوال میگیم، منتظر جواب شما میمونیم، میخوایم مشارکت کنید. میدونیم حالا الان کلاس آنلاین اون ور دوربینم چه خبره، یکی دراز کشیده، یکی نشسته، یکی متکا زیر دستشه، حالا هر جور بیا مشارکت کن، نگو ول کن، الان میگن جوابو دیگه. ببینید برای اینکه این قضیه جا بیفته یه چند تا رفت و برگشت با هم سوال داشته باشیم. به من بگید که اگر نقطه‌ای
چسبیده باشه به صفحه زمین کدوم یکی از مختصات سگانه طول و عرض و ارتفاعش صفره؟ کدومش؟ مرسی، خیلی ممنون از دوستانی که ثانیه‌ای جواب دادن. ارتفاعش صفره. و یک سوال خیلی مهم، این سوال کلیدی ترین سوال این جلسه است. اگر این سوالو پاشو قشنگ بشین الان، آره چون سوال مهمه ها، اگرم مزاحم نمی‌شدن. این سوال اینه، قشنگ تجسم کن به من جواب بده، ما هیچ جمله‌ای تو الان نگفتیم برای حفظ کردن. اگر خب من این نقطه سفیده رو دوباره بیارم، فرض کن شما در اون کلاسی که من مثال زدم ایستادی، دوربین عکاسی دستته و میخوای به سمت نمای روبرو، به سمت وایت بورد، از این نقطه در فضای عکس بگیری. سوال: در عکسی که خواهی گرفت کدوم یکی از مختصات طول و عرض و ارتفاع دیده نخواهد شد؟ اگر از روبرو به سمت وایت بورد از این نقطه معلق در فضا عکس گرفتی، در عکسی که خواهی گرفت به سمت وایت بورد از این نقطه معلق در فضا طول، عرض یا ارتفاع کدامش قابل بحث نیست، کدامش درک نمیشه در عکس به سمت وایت بورد؟ خب مرسی از دوستانی که عرض رو گفتن. بله، ما یه صفحه سفید اگر ما داشته باشیم، خب ببینید این عکس است که شما گرفتی، این وایت بورده. خب این هم نقطه معلق در فضا که من گرفته بودم، این عکسیه که شما به سمت وایت بورد از یک نقطه معلق در فضا گرفتی. بنابراین میشه حد زد که این فاصلش از دیوار جانبیه، اسمش طول بود. اینم که فاصلش از زمینه، ارتفاعه. پس چه چیزی در این عکس قابل بحث نیست؟ عرض. بله، خیلی ممنون، تعداد زیادی از دوستان درست گفتن. شما توی عکس در کجا میخوای بفهمی این در یک وجبی وایت بورد بوده عکس رو گرفتی یا در یک متریش بوده؟ مشخص نیست. حتی ممکنه اینو من چسبونده باشم به صفحه روبرو و عرضش صفر باشه. داریم بازی میکنیم با این پرسش ها و جواب ها و شما داری درس رو یاد میگیری، چیزی هم نمی نویسی، هیچ چیزی نیاز به نوشتن نداری. اینم یادم رفت بگم، ما اصلا دفترچه یاد داشتم نمی خواهیم، فقط جزوه. بعضی وقتها یک کلمه من میگم نکته، بنویس بالای فلان صفحه. همه اینها داخل جزوه هست و شما مجاز به نوت برداری هستی، بعضی وقتا یه چیز کوچولو برای خود شخصی، ولی همه چیز هست. خب حالا یه سوال دیگه جواب بده. اگر دوربینت رو بیاری از بالا عکس بگیری از نقطه، در عکسی که از بالا میگیری از نقطه، کدام مختصات طول، عرض یا ارتفاع ثبت نمیشه در عکس از بالا؟ خب جوابا هی داره بیشتر تعداد درست ها میشه، چون وارد این بازیه شدی، خودتو تو فضا قرار دادی، داری درک میکنی، عجله ای هم نداریم. خب بریم به فیلم و صفحه‌ای که متوقف کرده بودیم از فیلمو ببینیم. سوال بعدی جواب بده. خب بازی شروع شده دیگه، به چند نفری سوختن تو اون بازی قبلیه، حالا درست جواب بدن. نقاطی که روی خط OX یا خط زمین قرار بگیرند چه چیزیشون صفر میشه؟
اگر نقطه ای را روی محور او x یا خط زمین انتخاب خب بله، ما اگر روی محور در واقع او ایکس نقطه ای رو انتخاب کنیم، نه تنها این نقطه چسبیده به زمین، بلکه این نقطه چسبیده به دیوار روبرو، پس میتونیم به یه قانون برسیم و قانونهای نانوشته زیادی داریم که شما میفهمی به شکل کاملا سه‌بعدی و نیاز نیست بری هی روی این استیکرها بنویسی فلان قانون بچسبونی. هر جا رو وا میکنیم تو خونه میبینیم استیکره، در کابینت 30 تا استیکره، میخوایم بخوابیم رو سقف پر استیکره. نمیخواد. اینا قوانین بسیار ساده و همیشگی هن. تمام نقاط روی محور او ایکس ارتفاعشون صفره، عرضشون هم صفره و یک طولی رو از دیوار جانبی خواهند داشت. ما از اون یک نقطه استثناء بین میلیاردها نقطه که این کنج هست میگذریم، با اون کاری نداریم. نقطه ای که این کنج هست توی او، همه چیزش صفره. بله اینو میدونیم. ما وقتی میگیم نقاط روی او ایکس، اون یه نقطه رو که نمیگیم نقاط، میلیاردها نقطه دیگه در طول او ایکس رو داریم میگیم. پس این میشه یه فکتی که همیشگی نقاط روی او ایکس. خب این بار به من بگو. خب این بار به من بگو که اگر گفتیم او زد محور عمودیه، اگر روی او زد نقطه قرار بگیره چه چیزهایش صفر میشه؟ روی او زد نقاط همواره دارای چی و چیه صفر هستند؟ عرض و طولش صفره. آباریکلا، قطعا از زمین یه ارتفاعی دارن، ولی طول و در واقع عرضشون صفره. خب رسیدیم به یک توافق نامه خیلی مهم که اگر خواستی اینو یادداشت کن تا حالا جزوه رو بعدا تهیه کنی، اینو یه جایی یه اتودی ازش بزن، یه کوچولو داشته باش. رفتیم به تصویر تخت سینما دیگه. اون این توافق نامه مهم درس امروز ماست که میتونه برای شما در کنکور امتیاز بیاره. هر موقع سوالی از طول و عرض و ارتفاع بیاد، این توافق نامه همیشگی و 100% رو شما به کار ببر، امتیاز بگیر. ببین، در نمای قائم که همان ورتیکال بود که یه ذره خلوتش کردم که میشه این ناحیه، اینجا همیشه جایگاه نمای قائمه. در نمای قائم وقتی نقطه ای رو میبینی، همیشه اینجا طوله، همیشه این فاصله طوله، میشه فاصله از جانبی، همیشه این فاصله ارتفاعه. کسی اجازه نداره با دیدن نمای روبرو راجع به عرض یک نقطه اظهار نظر کنه. ممکنه این نقطه کیلومترها جلوتر باشه، ممکنه عرضش صفر باشه. ضمناً پیشنهاد دوستانه، سعی نکن اینا رو به هم ربط بدی، راحت تریم خودمونی میگیم آقا نمای روبرو اینو بفهم که همیشه در نمای روبرو نقطه یه طول داره یه ارتفاع داره، تمام. و اینو بذار کنار، حالا بیا سراغ پلان. عرض و طول در پلان از یک نقطه دیده میشه، اما ارتفاع دیده نمیشه. در پلان همیشه اینجا طول هست، همیشه اینجا عرض هست و اینها قوانین نانوشته همیشگی هن که اگر بفهمیم دیگه نیازی به نوشتن و حفظ کردن نداریم. نمای جانبی خیلی کم استفاده میشه در این تیپ سوالات کنکور و ما اینجا داریم نمای جانبی رو که عرض و ارتفاع رو به ما نشون میده و طول رو کسی از نمای جانبی حداقل
میدونیم که نمیتونه متوجه بشه اگر نمای جانبی نقطه‌ای رو داشته باشیم. حالا رسیدیم به گام آخر معرفی اینها که چه شکلی سوال میاد و قدم بعد حل سوال کنکوره. هرچند که ما در این جزومون خیلی سوال زیاد داریم، سوالی که شما اصلا در خیلی از سوالاتی که من توی این جزوه گذاشتم در هیچ کتابی بیرون گیر نمیاد. مثلا از این درس جلسه امروز ما یه دقیقه وایس این خب میره به سمت آخر. خب مثلا سوالات درس امروز ما رو خب یه هم من 50 تا تمرین خونه براش گذاشتم، بعد وسط جزوه سوالات کنکوره و شما هفته اول میگیم آقا این تمرینات رو کار کن تا اینا جا بیفته توی ذهنت و در پکیجای تمرینی تا آخر سالت هم باز تمرین داری. هفته یه دونه دوتا از اینا مشاورت بهت میگه برو این فصلها کار. خب بریم ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاد. یه اعلام برنامه است برای کسایی که دیر به برنامه ما پیوستن. ما اومدیم فرجه رو ساختیم، فرجه های 1, 2, 3, 4 رو ریختیم دور، فرجه 1 رو حفظ کردیم، فرجه 1 رو باز کردیم، سه نما رو شناختیم، یک نقطه طول و عرض و ارتفاع داره و تفاهم نامه مهم امروز ما این نما بود. نمایی که به شما میگه در نمای روبرو یک نقطه طول و عرض و ارتفاع رو در چه نماهایی میشه دید، در چه نماهایی نمیشه دید. خب حالا تقریبا با این کاری نداریم چون میخوایم اون قدم آخره رو برداریم، بعد بریم رو تصاویر تستای کنکور، اون در واقع بریم یه صفحه سفید رو داشته باشیم، نتیجه گیری آخر و حل سوالات کنکور. هر جلسه همینه، هر جلسه همینه. اگر شما جزوه رو امروز می‌داشتید که خب خیلی بهتر بود. من الان میگفتم بریم فلان صفحه 10 دقیقه تمرین انجام بدیم، جوابا رو هی بازخورد شما رو بگیریم چک کنیم و از این بابت در واقع ایشالله از جلسات بعد بتونیم این رو داشته باشیم. پلان، خب سوال داریم پلان چیه؟ پلان همان دید از بالاست. پلان همون صفحه افقی هست که در واقع شما خلاصه مطلب رو در کتاب ها اینجوری میبینید. یک منطقه به 4 ناحیه تقسیم شده، نمای روبرو، نمای پلان، نمای دید از بالا هست و نمای جانبی. این چیزیه که در کتاب ها داریم، در تست کنکور هم وقتی میاد راجع به نمای روبرو جانبی پلان صحبت میشه. خب ببینید گام آخر این هست که ببینیم خب اینا چگونه در سوالات کنکور مطرح میشن. شما این سیستم طول و عرض و ارتفاع رو باید یه جوری بنویسی. سبک نوشتن طول و عرض و ارتفاع نقاط این شکلیه. شما وقتی بهت میگن نقطه آ، 3 عدد جلوش خواهی دید. خب این همیشگی. پس در سوالات کنکور که الان دیگه میخوایم بعد از این بریم حل کنیم و دیگه کاری نداریم، 3 عدد جلو اسم نقطه میبینیم. عدد اول یعنی در خونه اول طول قرار میگیره. باز اینو چون جزوه نداری اگه دوست داری این یه تیکه رو بنویس، اگر جزوه بود که هیچی نمینوشتی. عدد وسط همیشه عرض و عدد آخر ارتفاع یک نقطه رو نشون میده. بنابراین در سوالات کنکور شما اسم نقطه و 3 عدد جلوش میبینی. عدد اول معرف طول نقطه در فرج است، عدد دوم عرض نقطه و عدد سوم ارتفاع و جابجا نمیشه. هیچ وقت جابجا نمیشه. طول و عرض و ارتفاع جابجا نخواهد شد. همیشه چیدمانش و ترتیبش این هست. خب سوالات کنکور دو مدلن.
یا تصویر میده و 4 تا گزینه به شما میده، میگه تصویری که داری میبینید مختصاتش کدوم یکی از این 4 تاست، یا برعکسش یک مختصات داری با 4 تا تصویر از نقطه، گزینه 1، گزینه 2، 4 تا شکل. و به تعداد کافی از این تمرین ما داریم که این بخش این کلاس الان اجرا نخواهد شد، چون شما جزوه رو ندارید و من سعی کنم برای جلسه بعد برای دوستانی که اصلا حداقل اون صفحه پی دی اف تمرینی رو یه جوری بذارم تو سایت بردارید که حداقل این تیکه تمرین رو باشید. خیلی اون تمرینات همه حساب شده است، وقت پاش رفته و طراحی شده برای تکمیل آموزش کلاس و بعد دیگه سوال کنکور. خب پس یه چند تا من اینجا خب ببینید، پس مختصات نقطه رو به شما میده با 4 تا تصویر یا 1 تصویر و 4 مختصات و از شما میخواد درست رو انتخاب کنید. حالا بریم تو سوالات کنکور، اصلا حالا که تمرین شما ندارید اصلا بریم تو اون تصاویر سوالات کنکور که انتخاب کردیم. از معمولا 90% سوالها هم این بحث سوال داره، میتونیم بگیم هر 10 سال 8 سالش سوال داشته این مبحث، مبحث ساده ای که خب همین جلسه همه میتونن یاد بگیرن، تست کنکورش هم بزنن، چون دیگه چیزی باقی نمونده ازش. اون تصاویر رو اگر داشته باشیم، سوالی هم اگه کسی داره. بله جزوه رو بله جزوه رو هم از توی سایت در واقع راهنمایی گذاشتن، اونجا طریقه تهیه جزوه رو از سایت می‌خرید. هر جا که هستید، هر جای ایران عزیز هستید، اونجا آدرس می‌زنید و سفارش میدید و در واقع میاد براتون جزوه. خب تصویر بعدی، اینم هست، اینم جزء سوالات است چون سالش نخورده. بریم تصویر بعد اینو ببینیم. حالا شما اینا رو هر جلسه اینو گوشه ذهن داشته باش که من این جلسه رفتم تا تهش، سوال کنکورم حل کردیم، به مشکلی بر نخوردیم، جلسه بعدم. پس ببین که جمع‌آوری اون 50% امتیازت راحت هست یا نه. به من حق میدی بگم آقا 50% کنکور ترسیم فنی زدن کار راحتیه؟ خب یک کار کوچولو رو این تصویر انجام بشه الان خواهیم داشت. و گفتم تمام اینها توی جزوه، هم سوالات کنکور هم تمرینات مختلفش هست، به وفور به میزان کافی که در هیچ کتاب دیگه‌ای نخواهد بود. یه پی دی اف پاسخنامه هم از کتاب داریم که اونم باز برای همه فرستاده میشه، اونایی که بعداً تو کلاس ما هستن و خوشحال میشیم، اگر هم نبودن براشون آرزو موفقیت داریم. خب بریم کنکور 93. یک سوالی که ما همیشه انتظارش رو میکشیم، خیلی جالبه این، ما مدرک زیاد داریم برای اثبات حرفایی که زدیم از اون آمارها، از جزوه‌ای که داریم. جزوه هم ثابت هر سال، چیزی بهش اضافه نمیشه، فقط سوالات کنکور سال جدید بهش اضافه میشه. ببینید حرفی که الان زدم رو اینجا داری میبینی. دو مدل سوال داریم، یا یک شکل و 4 مختصات، یا یک مختصات و 4 شکل. و واقعا اینا مثل سوالات هوش و سرگرمیه، کسی نباید برای اینها
بره سراغ حفظیات، باید درکش کنی که طول چی بود، عرض چی بود، ارتفاع چی بود و من در هر نمای چی میدیدم. بریم سراغ سوال 170. میگه کدام مشخصات مربوط به نقطه ال است؟ خب دوستانی که امروز در کلاس ما بودن میدونن که عدد اول طول، عدد وسط عرض، عدد آخر ارتفاع. سه عدد 5 و 9 و 15 تو همه گزینه ها پراکنده شده. خیلی نیاز نیست روی اینا زوم کنیم. خب میخوام برم اون بر تصویر زوم شده رو بیارم اینجا. خب این تصویر سه عدد داریم، 5 و 9 و 15، باید بدیم یکیشو به ارتفاع، یکیشو به عرض، یکیشو به طول. شما در این کلاس فهمیدی عرض چیه، طول چیه، ارتفاع چیه، فهمیدی اینجا نمای قائم، پایین نمای افقی. ضمناً در بعضی موارد به جای V که ورتیکال هست از F استفاده میشه، چیز خاصی نیست. اگر ما در روش اروپایی هستیم که تمام تست ها در روش اروپایی مطرح میشه، همیشه پایین جایگاه پلانه، بالا جایگاه نمای روبرو یا قائم هست. F هم از کلمه فرانت روبرو میاد. خب پس با هم جلو بریم. خب از شما میخوام، ما در درس مختصات نقاط هستیم، طول و عرض و ارتفاع یک نقطه در فضا و در سینما نهایتاً، اینم تست کنکورش. امروز ما یاد گرفتیم یک نقطه طول داره، عرض داره، ارتفاع داره. یاد گرفتیم در هر نمای کدوم یکی از اینها دیده میشه، کدوم یکی دیده نمیشه. حالا قبلش هم که فرجه رو درس دادیم که بشناسی آقا فرجه چیه. خب شما بیایید به من کمک کنید. ما سه تا عدد داریم. این خط رو هم ببینید، این خط رو کنکور مینیمالیستی سوالات رو میذاره. این همون سینمای همیشگیه. اینجا نمای روبروی، اینجا نمای پلان. شما به من کمک کنید، بگید از سه عدد 15، 9 و 5 که در همه گزینه ها وجود داشت کدوم رو باید بدیم به ارتفاع این نقطه؟ نمای روبروی نقطه رو داری میبینی، نمای پلانش رو هم داری میبینی، کدوم یکی از اون اعداد متناسب هست از نظر منطقی که به ارتفاع داده بشه؟ کدوم عدد؟ دوستان که کامل هم دارن جواب میدن، 15 ارتفاع، 5 عرض، 9 طول. خیلی خیلی ممنون. مگه میشه ما به این عدد 15 رو اختصاص ندیم؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ مثلا میشد من به این بگم 5 بعد بیام به این بگم 15؟ منطق اینو به ما میگه؟ منطق من به من میگه آقا سه تا عدد داری، این ظاهرا بیشترین فاصله است، خب پس 15 رو بده به این. دو تا عدد مونده، 9 و 5. طول 9 باشه عرض 5، یا طول 5 باشه و عرض 9، کدومش؟ طول و عرض چی میشه تکلیفش؟ ارتفاع تکلیفش روشن شد 15. طول و عرض رو برای من معلوم کن، طول چنده، عرض چنده، اینو بنویس برای من. طول 9، عرض 5. مرسی از دوستانی که مشارکت دارن و جواب میدن و آفرین. و اگر میشد دوباره برم اون تصویر رو بیارم، اون تصویر کدوم؟ تصویری که گفتم این مهمترین توافقنامه درس امروز ماست. شما در پلان به این فاصله و به این فاصله همیشه یک اسم ثابت میگی و تغییر نمی کنه. شما به اینجا میگی طول در پلان و به اینجا میگی عرض. این توافق نامه ما بود. به این میگی ارتفاع در نمای روبرو، به این میگی طول. بنابراین معلومه که من باید به اینجا عدد 9 رو اختصاص بدم و به اینجا عدد 5 رو. این خیلی نکته سختی نبود قبول کردنش که سه تا عدد داریم، 9 5 15. ببین بیشترین عدد رو دادیم به بیشترین فاصله که 15، 5 رو کمترین عدد رو دادیم به کمترین فاصله. 5 امتیاز گرفتی در سوالی که
شکل رو شما هر سوال کنکور 1.5 دقیقه تقریبا زمان داری در ترسیم فنی، شکل رو آنالیز کردی. خب ببین سرعت پیشروی شما توی تست چقدر سریعه، میگه بیشترین عدد 15 باید برای ارتفاع باشه، پس این 15 برای ارتفاع درسته، این 15 برای ارتفاع درسته، بلافاصله روی گزینه 1 و 3 خط میکشیم، چون ما به دنبال گزینه هایی هستیم که بیشترین عدد رو به ارتفاع دادن. بعد 5 و 9 و 5 که مشخص شد 9 باید طول باشه، 5 باید عرض باشه، جواب 4 جواب 5 امتیاز گرفتیم. خب بریم سوال سال 90. ببین سال 93 10% امتیاز مال جلسه امروز بوده و در آمارها اوضاع رو دیدی که 50,000 نفر زیر صفرن، صفر و زیر صفرن، یعنی فقط یک جلسه 2 تا سوال 10 امتیاز میتونست شما رو بیاره توی مثلا 1,000 نفر اول با 2 تا سوال. خب بله بریم سوال 171. ببین وقتی که اینا رو ما سر کلاس میخوایم کار کنیم وسط جزوه سوالات کنکوره، حیرون نیستیم که آقا برو اون یکی کتاب بیار، اینو بیار، 3 تا کتاب همراهت باشه، همه چی اینجاست، تموم شد و رفت. برای خطی که یک سمتش کا هست یک سمتش پی، با مختصات پی 21.84 و کا 4.4 13 میخوایم جواب انتخاب کنیم. چشمی هم میشه، واقعا میشه همینطوری نگاه کرد و حلش کرد، انقدر بس شفافه، هیچ ابهامی نداره، طول، عرض، ارتفاع. خب بریم شروع کنیم آنالیز رو، ساعتامون هم با هم تنظیم کنیم، 10 دقیقه وقت داریم. کا ارتفاعش چقدره؟ اینا شانسی ها، من میتونستم از طول شروع کنم، 13. پی ارتفاعش چقدره؟ 4. خب دارید پی و کا رو میبینید، به من بگید که سر ضرب کدوم دوتا گزینه حذفه. دوتا گزینه با این زوم کردن رو ارتفاع کا و ارتفاع پی حذفه. گزینه های حذف شده کدام است؟ چیزی که من از شما الان میخوام گزینه های حذف شده است. بر اساس 13 و 4 ارتفاع پی و کا دوتا گزینه حذف کن به من بگو، بریم سراغ بعدی. خب بریم ببینیم کیا درست گفتن. آیا ارتفاع 13 میتونه این باشه و پی ارتفاعش 4؟ چه اتفاق افتاده؟ در نمای روبرو هستیم، بالای خط نمای روبرو، پایین خط پلان. آیا این میتونه 13 باشه این 4؟ نور، یعنی هرگز. حذف. یه ارتفاع چک کردیم، 1 حذف شد. آیا گزینه 3 این کا با ارتفاع 13 این شیبه خط میتونه درست باشه؟ نه، بازم نه. بنابراین دو تا گزینه رو با نگاه به ارتفاعها حذف کردیم، میمونه دو تا گزینه دیگه. بین گزینه های باقی مانده 2، خب گزینه 2 و گزینه 4 باید یه گزینه رو انتخاب کنیم دوستان. بین گزینه 2 و 4 شما باید یکی رو انتخاب کنیم. خب پاک کنم از کار افتاد. ببین باز نکته حرفه‌ای، همواره بین دو گزینه تصویری وقتی گیر کردی به تفاوت و شباهتشون فکر کن و زوم کن، نمیخواد بری به چرخی وقت تلف کنی. ببین فرق این تصویر 4 با 2 چیه، اون تفاوت رو برو فکر کن که چه بلایی سرش اومده.
خب در خلوت کنم تا بین 2 و 4 شما یکی رو انتخاب کنید. خب بریم پس بگیم فرق 2 با 4 چیه. فرق 2 با 4 صاف بودن خط پیکی در پلان 4 و کج بودن خط پیکی در گزینه 2. تفاوت در عرض هاست. بله خیلی ممنون از این جمله که کامل کرد و ضربه آخر رو به این تست زد. آیا ما عرضهای یکسان داریم؟ بریم ببینیم. 4 برای کا، 8 برای پی. خب میتونیم قبول کنیم که این 4 این 8 هرگز مساوی هست. و باز ببین قانون نانوشته، خطی که عرضهای مساوی داره پلانش صافه. ببین چقدر نکته به وجود میاد و نیاز نیست بری بنویسی تونتون یه جا. خب این که میگه آقا طبیعیه دیگه، فهمیدم دیگه. خط صاف در پلان یعنی عرضهای یکسان، خط صاف در نمای روبرو یعنی ارتفاعهای یکسان. قضیه هیگ داره شفافتر میشه با حل سوال کنکور، نه با تمرین. تمرین که تو خونم داریم، بعدا بهت خواهم گفت. و این درسته که یه ذره زوم کنیم برای اونایی که یه مقدار فشارشون افتاده. ما بعضی وقتا سر کلاس با مشکل افت فشار بچه ها مواجه هستیم. خب این درسته که آقا این 4 فرض بشه، این عرض 8 فرض بشه، پی عرض 8، 4 عرض برای کا. بریم تصویر بعدی. اگر چند دقیقه وقت داریم میتونیم از تصاویرمون استفاده کنیم. اینو خیلی سریع میشه جواب داد. کنکور سال 94. دوست دارم من هیچی نگم. ای مختصاتش، اینا توی جزوه هست و از رو جزوه چون عکس گرفتیم. ببین مختصات A 25 5 5، مختصات B 10 20 20، C 5 5 0. من میخوام هیچی نگم، میخوام ببینم با این مختصاتی که از A و B و C میبینید میتونید در این بازی امروز شرکت کنی، مشارکت کنی و بگی کدام مثلث 3 تا نقطه A, B و C درست پیشنهاد شده. و اولین گزینه ای که حذف میشه رو حداقل من سرعت بدم به کارشو، میخوایم تستای بیشتری بزنیم. اولین گزینه ای که حذف میشه کدوم گزینه است؟ از روی ارتفاع ها به من بگید اولین گزینه. خب از این مشخص تر چی میخوای؟ آیا این ارتفاعش صفره؟ اینا آیا سی با ارتفاع صفر میتونه این باشه؟ پس کل گزینه هست دیگه، فکر کردن نداره. آیا ای سی شکل یک صافه؟ همین الان بحث شد صاف بودن خط در پلان. آیا A و C عرضهای یکسان دارن؟ میریم بررسی میکنیم. 5 5، بله اتفاقا عرضشون یکسانه. عرض C 5، عرض A 5. پس من اینو نگر میدارم، اینو نگر میدارم، ولی اینو حذف میکنم. چرا A و C رو کج گرفتی که عرضهاش نابرابر باشه؟ و حالا بین گزینه 1 و 3 از شما میخوام یکی رو انتخاب کنید بنابر ارتفاع A و B، چون پلاناش دیگه چیزی به ما نخواهند داد. نمای روبروش تفاوت داره. باز حرفم رو تکرار میکنم، بین دو گزینه تفاوتها رو در بیار. جواب میریم به ارتفاع A تا به جواب برسیم. ارتفاع A 5، ارتفاع B 20. نسبت ارتفاع 5 و 20
نسبت 5 و 20 در اینجا درست معرفی شدن به لحاظ منطقی یا در اینجا؟ کدوم یکی جوابه؟ خیلی خوب، تمام. شما داری نگاه میکنی، محاسبه انجام نمیدی، حفظیات تو ذهنت فشار نمیاری، داری نگاه میکنی، آنالیز میکنی. فکر کنم بشه یه دونه دیگه هم. واقعا من شرمنده ام از خانواده ها که اگر کسی بوده و این سوال رو در کنکور جواب نداده. طول آ چقدر است؟ این فکر کنم از اون سالاست که برادرزاده طراح سوال مثلا تو جلسه بوده گفته برو. آخه یعنی چی طول نقطه رو شما بگو چقدره؟ 2 4 3 رادیکال 13. خب این جزء مفاهیم اولیه ماست که ما بدونیم در نمای روبرو طول یعنی چی، در پلان طول یعنی چی، در نمای جانبی هم که اصلا طول نداریم. خب ببین اینا سوالای کنکور، 5 امتیاز میگیری که بگی این فاصله رو از اینجا اگر من یک خط بکشم پایین این طول هست، یعنی 3 خونه، 1 2 3، گزینه 3. اینا سوال کنکوره. بعضی‌ها میگن واقعا سوال کنکور؟ نه، شما در برابر دوربین مخفی هستید. خب سوال کنکور دیگه، این سوال کنکور 99. عرض کدام است؟ کنکور 99 عرض نقطه رو تشخیص بده، 5 امتیاز بگیر. کدام است؟ 2.5 3.5 4 6.5. اولین سالی بود که نیم هم اومد به اینها اضافه کرد. عرض به چند؟ 2.5 3.5 4 6.5. داریم میریم به سمت آخرین سوال با سرعت. %50 گزینه 1. آقا خانم این تفاهم نامه امروز ما بوده. خیلی ممنون از اونایی که درست جواب دادن. این در پلان یعنی عرض forever همیشه، این یعنی طول. عرض رو خواسته، این فاصله رو میبریم روی خطکشی که بغل برای من گذاشته، 1 2.5. چی دیگه من بگم از این بحث؟ داستان همینطوری هی تکرار میشه. این هم که شبیه همونه 93 خارج از کشوره و به عنوان آخرین سوال دیگه 8.5. حالا از اون برای 5 دقیقه دیر شروع کردیم، این سوالو قول میدم سوال آخر. نقطه 5 14 17 کدامه؟ تازه بازی گرم شده. متاسفانه تنها نقطه ضعف ترسیم فنی اینه که درسی بسیار شیرینه و تا چشمم میزنیم 1.5 ساعت زمان ما تمام شده، این نقطه ضعف رو داریم. خب اینو بگید جمع کنیم بریم بساط این جلسه رو. کدام مورد نماینده نقطه 5 14 17 از این 4 تا نقطه است؟ همچنان سیستم بر همان مدار میچرخد که یا 4 تا مختصات یک شکل یا یک مختصات 4 تا شکل. 5 14 17. خب معلومه که 5 کمترین طول هست و بیشترین عدد ارتفاعه، بلافاصله این حذفه. چرا؟ چون بیشترین فاصله رو برده به عرض داده. اینجا هم 17 14 و 5 5 طول، اینو من چجوری قبول کنم که 5 و اینو قبول کنم 17؟ حذف. دو تصویر داری، تفاوتش رو در بیار، به اون تفاوت فکر کن. ارتفاع ها که تقریبا یکسانن، در پلان برو و دنبال 14 17 باش. به قیافه تست 1 میخوره طول و عرض 14 17 یا به قیافه تست 2 میخوره؟ نسبت 14 و 17 در 1 یا 2؟
دوباره میگیم این عرضه، این طوله. آیا میشه قبول کرد که به نسبت 5 و به نسبت اینجا 14؟ بله، این به قیافش بیشتر میخوره. تا اینکه من بخوام بگم در گزینه 2 اینجا عرض 14 و این 5، خب معلومه که این نمیخوره. منطق گزینه 1 رو قبول میکنه. و خیلی خیلی ممنون. ببینید ته درس سوال کنکور سطح خواستش معلوم میشه، بر همین منوال تمرین داریم، میری تمرین میکنیم. هفته آینده انواع خط رو میگیم. هر سال سوال داره، 1401 هم سوال داشت و این داستان تکراریه، چون ما منابع کاریمون رو میشناسیم. چارچوب درسی ترسیم فنی خوشبختانه ثابته. بعضی از درساتون میدونم خیلی باید کتاب بگیرید برای که پوشش بده همه سوالات رو. ترسیم فنی یک کتاب میگیری و دیگه هیچی. خیلی ممنون، واقعا خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما بودم. کمکاستی ها رو بر بنده ببخشید. اگر نقد و نکته‌ای بود که کمک میکرد به من بگید، خوشحال میشم. و به امید دیدار. خدا نگهدار.